نماز استخاره. استخاره بدین معناست که یک شخص پیش از انجام کارهای مهم از الله متعال درخواست می کند تا مسیر درست را برایش انتخاب نماید، به خصوص کارهایی که در انجام آنها تردید داریم و مفید بودن آنها برای ما روشن نیست. اما کارهایی که خوبی و یا بدی آنها روشن و واضح است، مانند عبادات، احسان به دیگران، گناهان و کارهای ناپسند، نیاز به استخاره ندارند. فلسفه استخاره این است که انسان مؤمن خودش را به الله متعال می سپارد، تسلیم او می شود و به او پناه می برد تا این گونه به سعادت دنیا و آخرت برسد. باید دانست که هیچ عملی برای رسیدن به این هدف از نماز و دعا مفیدتر نیست، چرا که نماز و دعا مشتمل بر تعظیم الله متعال، حمد و ثنای پروردگار و حاجت بردن نزد وی می باشد. اما کیفیتش در این روایت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنهما وارد شده است که می گوید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همان گونه که سوره های قرآن را به ما می آموخت، استخاره در همه کارها را نیز به ما یاد می داد و می فرمود هرگاه یکی از شما خواست کاری انجام دهد، دو رکعت نماز نفل بخواند و این گونه دعا کند: اللهم اني استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر و تعلم ولا أعلم و أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. پروردگارا از علم تو طلب خیر می کنم و از قدرت تو توانایی می طلبم و از فضل بی پایانت بهره می جویم، زیرا که تو توانایی و من ناتوانم و تو می دانی و من نمی دانم و تو دانای غیب هستی. بارالها اگر این کار به خیر دین، دنیا و عاقبت کار من می انجامد، آن را برای من ممکن و آسان بگردان، و اگر انجام آن برای دین، دنیا و عاقبت کار من ضرر دارد، آن را از من و مرا از آن دور بگردان و مرا از انجام آن منصرف کن و خیر را برایم مقدر نما و مرا بدان خوشنود ساز. قابل یادآوری است که فرد استخاره کننده نباید در اجابت عجله نماید، بلکه برایش جایز است که نماز استخاره و دعای آن را تکرار کند. یکی از نشانه های مقبولیت استخاره شرح صدر و آسان شدن آن کار می باشد و شرط نیست که خوابی ببیند. و از نشانه های عدم مقبولیت این است که فرد از انجام آن کار منصرف گردد و یا در انجامش با مشکل روبرو شود و تمایل قلبی او نسبت به آن کار منتفی گردد. الله متعال می فرماید وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. چه بسا شما چیزی را ناپسند داشته باشید، حال آنکه آن چیز برای شما خوب باشد، و چه بسا شما چیزی را دوست داشته باشید، حال آنکه آن چیز برای شما بد باشد. بدانید و آگاه باشید که الله متعال مصلحت شما و اسرار امور را خوب می‌داند و شما آن گونه که شایسته است نمی‌دانید.